کمیته تحقیقات روسیه میگوید 4 تن از 11 مظنونی که در ارتباط با حمله جمعه شب به سالن کنسرت مسکو در بازداشتند به طور مستقیم در حمله شرکت داشتند. تاس بزرگترین خبرگزاری روسیه به نقل از کمیته تحقیقات روسیه میگوید این 4 مظنون در منطقه بریانسک در غرب روسیه و در فاصله نچندان دور از مرز اوکراین دستگیر شدند. تاس میگوید این افراد قصد داشتند با عبور از مرز وارد اوکراین شوند و تماس‌هایی در آنجا داشتند. با وجود رد شبهات مربوط به دخالت کیف در این حمله از سوی مشاور رئیس جمهوری اوکراین و انتشار بیانیه داعش در تایید انجام این عملیات، سرویس امنیتی روسیه هنوز به طور ضمنی آن را به اوکراین نسبت می‌دهد. این در حالی است که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده نیز ادعای مسئولیت داعش در مورد این حمله را تایید کردند. در این حال کاخ سفید می‌گوید پیش از این واقعه در مورد وقوع یک حمله احتمالی به تجمعات بزرگ در روسیه به مسکو هشدار داده بود. در پی حمله جمعه شب که بزرگترین و مرگبارترین حمله در 20 سال گذشته در روسیه تلقی می شود، علاوه بر تلفات انسانی گسترده، سقف ساختمان بزرگ کنسرت کروکاس در مسکو بر اثر آتش سوزی فرو ریخته و مراکز تجاری اطراف آن دچار خسارات زیادی شدند. صبح روز شنبه صدها نفر در مسکو برای اهدای خون به مجروحان به مراکز اهدای خون در مسکو مراجعه کردند. تا حالا 460 نفر از شهروندانمون در یک حرکت متحد خون اهدا کردند. تعداد زیادی مایلند خون اهدا کنند و مراجعات همچنان ادامه داره. این حمله با واکنش تند بسیاری از اعضای جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و آلمان همراه بوده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن آن با بازماندگان قربانیان، مردم و دولت روسیه عمیقاً ابراز همدردی کرده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.